بینندگان عزیز سلام عرض میکنیم خدمت همه شما عزیزان و خدا رو شکر میکنیم این فرصت رو شما دارید و این فیض رو خدا نصیب ما خادمین خودش کرده تا کلام خدا رو با شما به شراکت بگذاریم تا هم ما گویندگان و هم شما شنوندگان برکت یابید. از زبان عیسی مسیح ما در انجیل یوحنا باب شماره 16 هم آخرین آیه اینطور میخونیم: بدین چیزها به شما تکلم کردم تا در من سلامتی داشته باشید. در جهان برای شما زحمت خواهد شد، ولیکن خاطر جمع دارید، زیرا که من بر جهان غالب شده ام. ما ادامه درسی رو که جلسه هفته پیش شروع کردیم الان ادامه میدیم، در رابطه با اینکه چه راههایی عیسی مسیح استفاده کرد تا سولوس رو نجات بده. در مواردی که مطالعه کردیم 4 مورد رو بررسی کردیم و در این قسمت 3 مورد دیگر رو مطالعه خواهیم کرد. ما دیدیم چطور مسیح نور خودش رو بر او تابانید، مسیح نور عالم، چطور او رو از جایگاه مغرورانه خودش به زمین کوبید، خوردش کرد، چون بهترین طریق بنا شدن خورد شدنه، و چطور آن گوسفند گم شده اش رو به اسم صدا کرد: ای شاول، ای شاول. و دیدیم که چطور میگه وقتی تو بر کلیسا جفا میکنی، کلیسا مال منه، بر من جفا میکنی. درس رو ادامه میدیم، چون که میدونید مسئول تهیه و تنظیم این درس های بسیار زیبا و پربرکت برادر ادوارد حسپیان مهر هستن. برادر ادوارد خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم. نکته چهارم رو هم که ما بررسی کردیم دفعه قبل، امروز ما خیلی خوشحال هستیم که این فرصت جدید رو داریم که با دوستان عزیز صحبت کنیم. در نکته چهارم موضوع جفا رو که بررسی میکردیم، وقتی عیسی مسیح بر پولس ظاهر میشه، جفای بر کلیسا را جفای بر خودش میدونست و جنگ پولس را با مسیحیان در حقیقت جنگ با خدا میدونست. بله. میگفت آنچه بر سر اینها میاری بر سر من میاری. داری منو اذیت میکنی. من برای این که بدونید که این داستانها همیشه تکرار میشه در تاریخ و فقط هم محدود به سولوس نبوده، من خودم شاهد یکی از اینها بودم، البته شاهد چندین نوعش بودم، ولی یکی را که خیلی روی من اثر کرد میخوام خیلی مختصر تعریف کنم. در یکی از این کنفرانس ها که من شرکت داشتم، یک دختر خانومی رو دیدم که متوجه شدم که دستاش کبود شده و اثر ضربات شلاق هست، و وقتی کنجکاو شدم دیدم که ایشون به سختی میخواست بگه، چون میخواست مسیح جلال پیدا کنه تو اون جفاش، نمیخواست کسی بفهمه، ولی من اصرار کردم که برای من بگه و من مشتاق بودم بشنوم. به من اعتماد کرد و گفت که وقتی که ادامه داده زندگی مسیحی را، پدرش که یکی از افراد صاحب منصب کشور هست، وقتی دیده که دخترش ولکن معامله نیست، یعنی همینطوری جدی و سخت ایستاده در ایمان مسیح، اوائلش کمی تخفیف داده بود و فکر میکرد که ایشون فراموش خواهد کرد. وقتی فهمید که ایشون محکم و سخت ایستاده در ایمان مسیحی و دست بردار نیست، ایشون دخترشو میبره گوشه اتاق و شروع میکنه به سختی با کمربندش زدن، و در حالی که فوش میداد به مسیح و مسیحیان، دخترم فقط دعا میکرد خداوندا کمکم کن، و خیلی هم درد میکشید. در چند دقیقه بعدش یهو پدرش رو میکنه خودشو زدن، با همون کمربند خودشو زدن، و میگه وای بر من، من چه آدم پستی هستم، چه آدم کثیفی هستم، خدایا بر من رحم کن. گریه میکنه و میفته زمین و از حال میره. مادر میاد تو به دخترش میگه پدرتو کشتی؟ میگه من که نمی کشتم، من که کاری نمی کشتم، اون داشت منو میکشت، من نمیدونم چی شد که اینطوری شد. خلاصه میخواستن آمبولانس صدا کنند و اینها، ولی پدره دست دخترو میگیره میگه برای من دعا کن، دعا
دعا کن خدا بر من رحم کنه. و نمیدونستن چی شده، ولی بعد از اینکه ایشون یه کمی حالش بهتر میشه با گریه میگه موقعی که داشتم تو را میزدم پشت سرت عیسی مسیح را دیدم که با دست چپش تو را بغل کرده و با دست راستش به من میگه اینو نزن، این متعلق به منه، با این کاری نداشته باش. و من اون موقع داشتم مسیر رو میزدم و حالا چون برای او مسیح یک پیغمبر اولوالعزم، در هر صورت خیلی ناراحت بود از اینکه غضب خدا بر رو میاد و میگه از این مسیح بخوا که منو ببخشه، که نه اینکه فقط تو را بلکه او را داشتم اذیت میکردم. و دختر بهش میگه مسیح روی صلیب تو را بخشیده و همون موقع گفته اینا را بیامرز، نمیدانن چه میکنن. و به هر حال اون پدر در آغوش این دختر قلبش رو به مسیح میده همراه مادرش و الان اون خونه شده یکی از خونهایی که کلیسای خونگی هست. خدا رو شکر. یعنی در حقیقت باید ما بدونیم در دردهای ما مسیح شریکه. مسیح مثلا ایلازر رو میتونه زنده کنه و برای همین منظورم رفت، ولی اول رفت گریه کرد، ماتم کرد، تسلی داد اونها را، بعد زنده کرد. یعنی قدرت مطلق خداوند مانع همدردی و شفقت او با ما نمیشه. او کماکان همون درد و رنجی رو که ما داریم در خودش احساس میکنه. آمین. آمین. این خدایی که در جاهای دیگه شناخته شده نیست، چون انجیل میگه خدا محبت است و محبت هم همیشه با خودش درد و رنج را همراه داره. بله بله. ولی چه درد و رنج شیرینیه که او با ما شریکه و درد ما رو میفهمه و هم درد با ماست. هم درد ما است. بله. اینو خواستم در این نکته چهارم که دفعه قبل گفته بودم خدمتتون بگم. خدا رو شکر برای این شهادت ها. بله. پنجم، عیسی مسیح عواقب کار سولوس را در قسمت داوری خداوند به او یادآوری میکند. شما اعمال 26:14 را که دفعه قبلم اشاره کردیم لطفا بخونید. در اعمال رسولان باب 26 آیه 14 اینطور میخونیم: و چون همه بر زمین افتادیم، پولس داره شهادت میده، هاتفی را شنیدم که مرا به زبان عبرانی مخاطب ساخته، گفت ای شاول شاول چرا بر من جفا میکنی؟ تو را بر میخها لگد زدن دشوار است. در حقیقت میخواد بگه به ضرر تو تمام میشه، تو مجازات میشی. بله. و داوری خدا را در نظر بگیر. آنانی که مرا نیزه زدند، در مکاشفه میگه یک روز مرا با چشمان خود خواهند دید وقتی من برای داوری بیام. تو به خاطر بیار که این کاری که میکنی غیر از این که به کلیسا و به من زحمت میرسانی، بدتر از همه داوری خیلی سختری برای خودت بر تو خواهد شد انتخاب میکنی. و واقعا من به همه جفا دهندگان میگم دست بردارند. آمین. از لگد زدن بر میخا. برای آنها گران تمام خواهد شد. بله بله. واقعا گران خواهد تمام خواهد شد، گرچه ما نفرین و لعنت نداریم، ولی از طرف دیگه میدونیم که عدالت خدا بر شرارت همیشه غالب خواهد همیشه شد. غالبه همیشه. نکته هفتم این که آیه 8 و 9 رو لطفا بخونید، باب 9 نکته ششم، البته ششم، بله معذرت میخوام. بله. آیات 8 و 9: پس سولوس از زمین برخواسته چون چشمان خود را گشود هیچ کس را ندید، و دستش را گرفته او را به دمشق بردند و سه روز نابینا بوده چیزی نخورد و نیاشامید. بله، چشمان پولس با نور عظیمی که خداوند بر او تابید نابینا شد. وقتی که پولس نابینا شد محتاج به کمک بود دیگه. پولسی که به هیچ کس متکی نبود، حالا باید دستشو میگرفتن میبردن، یه هیچ چیز را نمیدید. اینم برای شکستگی و خورد شدنش لازم بود و در همون حالت نابینایی روزه هم گرفت و هیچی نخورد و نیاشامید سه روز. و این روزم علامت ماتم و بله، پشیمانی بله. بود. روزه در عهد عتیق معمولا برای یهودیان
وقتی میخواستن توبه واقعی بکنن، همراه با ماتم و پوشیدن پلاس و گریه و زاری در حضور خدا روزم میگرفتن. و پولس کاملا در اون سه روز متوجه کارهای غبی خودش شد و قبل از اینکه حنانیا به سراغش بیاد، که حالا به اون میرسیم، خودش پیش خودش توبه میکنه و شکسته میشه. و اما در برادر ادوارد، مایل دوم قرنتیان باب 4 رو بخونیم، آیات 4 تا 6 در رابطه با این نابینایی. پولس میگه که در ایشان خدای این جهان فهمهای بی ایمانشان را کور گردانیده است، که مبادا تجلی بشارت جلال مسیح که صورت خداست ایشان را روشن سازد. زیرا به خشتن موعظه نمی کنیم، بلکه به مسیح عیسی خداوند، اما به خشتن که غلام شما هستیم به خاطر عیسی. زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید تا نور معرفت جلال خدا در چهره مسیح عیسی از ما بدرخشد. برای اینکه چشمای دلش باز بشه، لازم بود چشمای جسمش نابینا بشه. که خدا در اون موقع فرصت پیدا کنه تو این نابینایی چشمای دل او رو باز کنه. و اون متوجه گناهش بشه. خدا رو شکر. و اما در قسمت هفتم، روش خدا برای ملاقات از یک خادم گمنام خود به نام حنانیا، که یک بارم بیشتر اسمشو ما نمیخونیم در اعمال رسولان. این حنانیا فرق میکرد با حنانیای دیگری که در اعمال رسولان قبلا خوندیم. ایشون خدا استفاده میکنه از او برای اینکه ادامه کار را در زندگی پولس به وسیله او بگه. همکار خیلی مناسب، ولی شخص گمنام، از میان 12 رسول نبود. مسیح نبود. جالب اینه که پولس دو تا سوال میکنه از خداوند. تو کیستی؟ که فهمید که کیست. که این عیسایی که داره جفا میرسانه خداونده و ضمناً زنده است که او رو ملاقات کرده. سوال دوم این بود که چه بکنم، چیکار کنم؟ چون در باب 22 آیه 10 میگه خداوند رو چه بکنم. میدونید؟ و الان اینجا خداوند بهش میگه برو، من حنانیا رو برات میفرستم، آدرس رو هم بهش میدم که بیاد و تو رو ملاقات کنه، مثل همون ملاقاتی که پتروس از کورنلیوس کرد. بقیه صحبتی رو که من با تو دارم به وسیله او خواهم گفت. و واقعا اینجا باید بدونیم که ملاقات خدا همیشه به صورت اونقدر آسمانی و ملکوتی مستقیم نیست. گاهی هم به وسیله یک انسان معمولی، یک مسیحی، یک خادم خدا پیغام خودش رو به ما میرسونه و خدا از اون طریق با ما سخن میگه. و الان ما باید بدونیم همکاری که بین خدا و حنانیا انجام میشه، یک نویسنده معروف به زیبایی بیان میکنه که اگه لطف کنید شما رو بخونید. در این میان نویسنده به اسم وارن ویرزبی هست، در رابطه با ملاقات مسیح و ملاقات حنانیا از سولوس اینطور میگه: کارهای خدا همیشه متعادلند. خداوند میان معجزه ای که در برابر گروهی از مردم اتفاق افتاد و ملاقات کوچکی در خانه یهودا واقع شد، تعادل برقرار می نماید. نور درخشان و صدایی از آسمان همگی وقایع عجیبی بودند، اما ملاقات با حنانیا امری نسبتاً معمولی بود. دست خدا شاعور را که سوار بر اسب بلند قامتی بود بر زمین زده، اما خدا دست مردی را به کار برد که احتیاجات او را برآورده نماید. خدا از آسمان حرف می زند و همچنین به واسطه پیغام ایمانداری مطیع و امین نیز سخن می گوید. بله، واقعا چقدر تعادل خوبی هست در این قسمت. پس خدا می تونه انسانها را هم به کار ببره. همه کسانی که می خوان خدا را ملاقات کنند بدونن یکی از روش‌های مهم خدا اینه که به وسیله خادمین و فرزندان خودش به سراغ اونها میاد و حقایق را بر اونها آشکار میکنه، که حالا در جلسه بعدی ما خواهیم دید که
چگونه پیغام خدا به اون میده و نتایج این ملاقات چی میشه. بله بله. بینندگان عزیز، در این قسمت دوم این برنامه این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد که خداوند در زندگی سولوس، این شاول، بزرگترین مخالف خودش، چه خصوصیاتی رو دید که برای ملاقات و نجات او اقدام کرد. پس همچنان که قبلا ما توصیه کردیم، اگر قلم و کاغذ و کتاب مقدس همراهتون باشه، آیات رو یادداشت کنید. اینها میشه برکت برای خودتون و شاید روزی برکت برای عزیزی که این مطالب رو با اونها به شراکت بگذارید. برادر ادوارد بفرمایید. خواهش میکنم. بله خواهش میکنم. بسیاری میپرسن ما چه گناهی کردیم که خدا ما رو ملاقات نمیکنه. حقیقت بر ما مکشوف نمیشه. بر شما مکشوف شده، ایمان آوردید، خوش به حال شما. ما چه گناهی کردیم وقتی که برای ما روشن نیست؟ خدا اگه فلان کارو برای ما بکنه ما ایمان میاریم، ولی هنوز که هیچ کاری نکرده برای ما. از این چیزها من خیلی میشنوم، حتما شما هم میشنوید. بله بله. ولی باید دید که سولوس که همش بدی میکرد، ایشون که هیچ کار مثبتی انجام نمیداد برای خدا، ظاهرا برای مسیح و مسیحیان، غیر از جفا و اذیت و کتک زدن و کشتن و زندان انداختن، مگه کار دیگه ای میکرد؟ چطور شد خداوند این شخص رو ملاقات کرد؟ پس خدا به ظواهر نگاه نمی کنه، فقط خدا قلب ها رو می بینه. در سولوس خدا یک چیزایی می دید که برای دیگر مسیحیان پوشیده بود. اولا غیرت عجیبی نسبت به خداوند و شریعت خدا داشت. بله بله. و پولس اینو بارها میگه، برای نمونه اعمال 26 4 تا 6 رو بخونید. بله، اعمال رسولان باب 26 یکی از جاهایی که پولس شهادت زندگیش رو میده. رفتار مرا از جوانی، چون که از ابتدا در میان قوم خود در اورشلیم به سر میبردم، تمامی یهود میدانند و مرا از اول میشناسند، هرگاه بخواهند شهادت دهند که به قانون پارساترین فرقه دین خود فریسی میبودم و الحال به سبب امید آن وعده‌ای که خدا به اجداد ما داد بر من ادعا می‌کنند. بله، یعنی ایشون واقعا اینطوری فکر می‌کرد که ایمانداران مسیحی محکوم به کفرگویی بر علیه شریعت خدا هستند و باورش شده بود که به وسیله اذیت به اونها داره خدا را خدمت می‌کنه. خود مسیح هم قبلا گفته بود که افرادی خواهند بود که شما رو خواهند کشت و گمان خواهند برد که خدا رو دارن خدمت میکنن و پولس جزء این گروه بود. و البته در فیلیپیان باب 3 آیه 6 هم میگه از جهت غیرت جفا کننده بر کلیسا. بله. از جهت عدالت، عدالت شریعتی بی عیب. پس این غیرتی که او داشت، این نشانه اینه که نشانه خوبی بود برای اینکه خدا میدید که او فکر میکنه داره خدا رو خدمت میکنه ولی از روی جهالت. غیرتی برای آن خدای ناشناخته. بله، میگه غیرت دارن ولی نه از روی معرفت. میدونید از روی شناخت نبود، شناخت عمیق، ولی خدا این دلو میدید. بله بله. دوم این که در پولس صداقت خیلی خاصی وجود داشت. او شخص بیریایی بود، برعکس خیلی از یهودیان که خیلی ریاکار بودند و فریسیان، من در پولس بیریایی میبینم. بله. ببینید در 23:1 اعمال 23:1 نگاه کنید چی میگه. پس پولس به اهل شورا نیک نگریسته گفت ای برادران، من تا امروز با کمال ضمیر صالح در خدمت خدا رفتار کردم. بله، یعنی یک فریسی واقعی بود و
برخلاف خیلی از فریسیان که ریاکار بودن، ایشون شخص بیریا و صادق بود و او واقعا اینطور فکر میکرد که غیر از فریسیگری حقیقت دیگری وجود ندارد. این باورش بود و در کمال ضمیر ساله داشت مخالفت میکرد. در اگه 2 تیموتائوس 1:13 هم نگاه بکنید، 2 تیموتائوس 1:13 چی میگه؟ میگه با آن که در گذشته کفرگو و ستمگر بودم بر من رحم شد، زیرا از ناآگاهی و بی‌ایمانی چنین میکردم. بله، خب ناآگاهی و بی‌ایمانی، یعنی نمیدونست حقیقت رو. نمیدونست خدا چطور از کسی که چیزی رو نمیدونه بخواد مطالبه کنه بر این که چرا این کارو کردی. شما نمیایید از بچه‌تون که مثلا یه علم بزرگ رو نمیفهمه مؤاخذه کنید یا محاکمش کنید که چرا نفهمیدی. خب هنوز نرسیده به اون درک. بنابراین یا ما یه بار بزرگی رو دوشش نمیگذاریم که نمیتونه حملش کنه. وقتی کسی صادق باشه و بخواد بدونه، خدا حقیقت رو براش آشکار خواهد میکنه. مسیح گفت اگه کسی بخواد حقیقت رو بدونه، درباره من خواهد دانست که من از خدا سخن میگم یا نه. هر که تشنه است بیاد. بعضیا میگن مسیح همه رو دعوت کرده، من میگم همه تشنگان رو دعوت کرده. آمین. همه علاقمندان رو. کسی تشنه نباشه، من تشنه نیستم، شما یه قیف بذار تو دهن من، یه بشکه آب خالی کن تو شکم من میمیرم. آب مایه حیاتی نخواهد بود برای من. بنابراین تشنگان، و پولس تشنه حقیقت بود. نمیدونست حقیقت چیه. اگه میدونست که ایمان می آورد، ولی نمیدونست و فکر میکرد حقیقت همونیه که خودش فکر میکنه. سومین صفت او این بود که پولس وقتی حقیقت بر او آشکار شد باش مقاومت نکرد، بلکه اطاعت کرد. وقتی پرسید از خداوند، خداوند رو چه بکنم؟ یعنی چی؟ یعنی من آمادم، من آمادم. میتونست حتی اطاعت نکنه. بعضیا خیلی بلا هم سرشون میاد، بازم سرسخت مقاومت میکنن. باور کن من افراد دیدم که دم مرگم دلشون رو سخت کردن، ایمان نیاوردن، فحش دادن، کفر گفتن، نخواستن براشون دعا بشه. آه. تا اون موقع هم سرسختی کردن. همیشه هم اینجوری نیست که افراد در بلا و سختی ها شکسته بشن و بخوان توبه کنن. افرادی هستن که دلشون رو سخت میکنن، مثل فرعون. بله بله، که حتی تعقیب کرد قوم یهود را، پشیمون شد و دوباره حمله کرد. یعنی همین طوری داشت می جنگید. بنابراین سولوس این طوری نبود. وقتی حقیقت بر او آشکار شد، اطاعت کرد، توبه کرد و قلبش رو سپرد. بله. و این خیلی مهمه که ما بدونیم که به کسانی که حاضرن اطاعت کنن حقیقت آشکار میشه. مسیح گفت هر کی احکام مرا نگه می‌دارد، من او را محبت خواهم نمود، پدر من او را محبت خواهد نمود و خود را به او ظاهر خواهم. و پولس شخص مطیع بود. بعد از اینکه فهمید موضوع چیه، بعد از اون تماما در قسمت‌های اراده خدا عمل می‌کرد و کاملا مطیع و گوش به زنگ صدای خدا بود. و پیغامی که خدا به سولوس داد پیغام چندان بزرگی نبود، یک چیز ساده بود. بهش گفت برخواسته به دمشق برو که در آنجا تو را مطلع خواهند ساخت از آنچه برایت مقرر است که بکنی. یعنی پاشو برو فلانجا، ساکن شو فلانجا. بله، بسیار ساده، پیغامی ساده، اطاعتی ساده و خدا برکت. بعد اون هنانیا رو که فرستاد پیغام سخت رو به وسیله او داد دیگه. بله بله. که تو چه بلایی سرت میاد و چه جفاهایی خواهد، چه معمولیت بزرگی داری و که بهش خواهیم رسید. بله بله بله. بعدن نکته بعدی اینه که سولوس آماده بود که برای حقیقت هر نوع رنج و زحمتی را متحمل بشه. اینم تو ذاتش بود. یعنی همینطور که خیلی خوب جفا میرسوند، بعد از اینکه حقیقت را فهمید، خدا میدونست که این خیلی خوبم جفا را میپذیره. آن غیرت برای آن خدای ناشناخته الان برای خدای شناخته شناخته شده است و حاضر بود که بعداً ما بهش خواهیم رسید که چه بهایی میپرداخت. بله بله. یعنی خدا میدونست، میشناخت
خدا انسانها رو میشناسه. آمین. کلام خدا میگه خدا از جبلت ما رو میدوند، یعنی فطرت ما رو میدونه. میدونست پولس چه جنسیه. خدا به ظاهر قضاوت نمیکنه، به دلها نگاه میکنه. چشمان خدا میگه در همه جای دنیا میگردد که آنانی که دلشان با او کامل است قوت خود را بر آنها نمایان سازد. بله بله. سولوش جزو اینها بود. و پس ببینید ما به حسب ظاهر قضاوت نکنیم، همینطور که مسیح گفت به راستی داوری نماییم. بین مخالفین و جفادهندگان من دیدم اشخاص ایمان آوردن که مانند سولوش صادق بودن، غیور بودن، بیریا بودن، تشنه و حقجو بودن، واقعا مطیع اراده خدا بودن. خدا اینایی رو که میبینه این تیپی هستن حتما به هر طریقی شده در وقت خودش ملاقات خواهد کرد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. بینندگان عزیز میبینید کار عظیم خدا رو چطور در زندگی این سولوس ترسوسی، پولس رسول به قوت عمل کرد. چنان که برادر ادوارد خیلی شیرین باز کردن این قسمت کتاب مقدس رو که چطور خدا مستقیم از آسمان باش ملاقات کرد و در ضمن کسی دیگه رو هم به کار گرفت. هنانیا نامی، یک عزیز، یک برادر گمنام. در اینجا میخوام خواهش کنم کلیسای تحت جفا، برادر و عزیزی که دردمند الان زحمت کشیده، خانواده‌ای که عزیزشون متحمل جفاها شده، دیدتون نسبت به جفا دهنده مطابق تعلیم کلام خدا باشه، چون خدا قادره سرسخت‌ترین مخالفان خودش رو اینطور عوض کنه. حالا نگاه کنید به هنانیا چیکار کرد. خدا با هنانیا صحبت میکنه، میگه هنانیا پاشو برو فلانجا، شخصی به اسم سولوس هست، دستت رو روش بگذار تا شفا پیدا بکنه، نابیناییش رفت بشه. و هنانیا شروع میکنه انگار که خدا خبر نداره. خداوند، من شنیدم در مورد این شخص، این شخص فلانجا این کارا رو کرده، الان هم اینجا اومده که ایمانداران رو بگیره. هنانیا لازم نیست به خدا گزارش بده و خدا میگه هنانیا پاشو برو، ظرف برگزیده منه. خدا فکر هنانیا رو عوض کرد، خدا دید هنانیا رو نسبت به آن جفا رساننده عوض کرد، طوری که وقتی هنانیا میره بالای سر سولوس ترسوسی، بالای سر کی میره؟ آن جفا رساننده که هیچ کس خبر نداره تو زندگیش چه اتفاقی داره میفته. اما خدا به هنانیا یه دید دیگه داده. آیا هنانیا باور کرد کلام خدا رو؟ باور کرد. آنقدر باور کرد که وقتی رسید بالای سر این سولوس ترسوسی، همین که داشت غیبتش رو به خدا میکرد، برگشت به سولوس گفت برادر سولوس. یعنی گفت الان تو برادری، اگر خدای من، اون که تو بهش جفا میرسوندی، تو رو عوض کرده، پس تو برادر من. من دیگه به تو نگاه نمی کنم به عنوان جفا رساننده. تو و من با هم اعضای بدن مسیح هستیم. بله. آمین. پس میبینیم برادر ادوارد، بله، چه قشنگ خدا داره دید ما رو عوض میکنه نسبت به اونهایی که قادر نجات بده. پس ما دشمنی نمی کنیم، ما بدی نمی طلبیم، ما این برکت رو می طلبیم. و خواهش میکنم شما این دعا رو بکنید. بله. برای این جماعت ما. اتفاقا من میخواستم بگم که یک دعا بکنیم با هم برای همه مخالفین و دشمنان صادق مسیح. بله. که اونها، بله، به سمت خدا بیان. بله. آمین آمین. خداوند، تو سولوس هایی که در جاهای مختلف مخصوصا در کشور ما ایران داری که تو را جفا میرسانند، با روش های مخصوص خودت به سراغ آنها برو، ملاقات کن و به توبه بیار. آمین. افرادی مثل هنانیا را برای آنها به کار ببر. بله خداوند. خداوند، ما میخواهیم قلب های سخت را تو نرم کنی، بشکنی، غرور آنها رو خورد کنی، زانوهای آنها رو جلوی خودت خم کنی، زبانهای آنها خداوندی تو را اعتراف کنند. بله خداوند. ما ایمان داریم دعای ما را میشنوی،
چون به نام عیسی مسیح خداوند می‌طلبیم. آمین. آمین. بینندگان عزیز، شما را به دست‌های امن خداوند می‌سپاریم تا جلسه دیگر هفته آینده.